خب در این قسمت از برنامه سرخط همراه هستیم با علی خدایی صفت و میخواییم نگاهی بکنیم به مهمترین تحولات هفته. با سلام و خوش آمدگویی به شما در برنامه سرخط. منم سلام میکنم خدمت شما و با تشکر از شما همچنین سلام خیلی زیاد خدمت همه بینندگان عزیز. موضوع زلزله مهمترین تحول داخلی میهنمون بوده. می‌خواستم سوال بکنم در ابتدا که مهمترین تحولات خارجی رو چی می‌دونید؟ بله، خب در هفته گذشته و شاید هفته‌های گذشته یه سلسله تحولات خیلی مهم در رویارویی جامعه جهانی و جبهه منطقه‌ای علیه رژیم هم وجود داشته. از جمله داستان سوریه و گفتگوهای مختلفی که در این مورد وجود داشته که بسیار مهمه، اینکه آیا چه سمت و سویی پیدا کرده، داستان مذاکره اتحادیه اروپا با رژیم که خب کشمکش‌های زیاد و کشافی در درون رژیم داشته، داستان لبنان و استعفای سعد حریری و پیامدهای اون، اینها همه حلقه‌های مهمی از تحولات جهانی و منطقه‌ای بوده. شما فکر می‌کنید که بین زلزله و تحولات خارجی کدوم مهم‌تر باشه؟ خب البته روشنه، چون زلزله مربوط به داخل ایران هست، تحولاتی که به دنبالش اومده که حالا فرصت شد راجع بهش صحبت خواهیم کرد، چیزی که خودشون به عنوان یک زلزله در درون جامعه از نتایجش نتیجه گیری کردن، رسانه‌های رژیم، کارگزاران رژیم، خب این البته بسیار مهمه، میشه گفت مهمتره، چون به هر حال اون رویاروی نهایی بین مردم ایران و رژیم آخوندی خواهد بود. اما تحولات مربوط به انزوای بین المللی و منطقه رژیم هم، این هم بسیار مهمه و اینها رو نمیشه از هم دیگه جدا دونست. در واقع مثل این میمونه که رژیم در این وسط از دو طرف محاصره شده و اینا حلقه های مختلف زنجیری هست که رژیم رو محاصره کرده. از یک طرف مردم ایران که خود رژیم بارها به عناوین مختلف و با زبانهای مختلف از جمله در جریان همین زلزله اذعان کرد که مردم رو در روی رژیمن، مردم دشمن رژیمن. کلمه دشمن رو به کار نمیبره ولی از خطراتی که میگه و اشاره میکنه میشه اینو فهمید. از اون طرف خب جامعه بین المللی و جبهه منطقه‌ای، جبهه‌ای که شکل گرفته به خصوص در همین هفته های گذشته با اجلاس اتحادیه عرب و اقداماتی که در این رابطه صورت گرفت، نشون میده که داره این روی روی به صورت یک جبهه در میاد. اینم از یک طرف. مقاومت ایران هم البته طی این نبرد 26 ساله و طولانی با این رژیم در واقع این جبهه ها رو شکل داده، جبهه ها رو سمت داده، جبهه ها رو فعال کرده علیه رژیم به سمت سرنگونی این رژیم. خب وضعیت باید در مجموع و به این صورت بهش نگاه کنیم. به این ترتیب همه این تحولات مثل حلقه های یک زنجیری میمونه که نهایتاً وضعیت رژیم آخوندی رو تعیین تکلیف میکنه. قبل از اینکه به زلزله بپردازیم، خوبه که از تحولات خارجی شروع کنیم، مثلا از سوریه. شما اشاره کردید که سوریه یکی از موضوعات مهم هفته است، ولی از طرف دیگه این بحث سوریه 6 ساله که مطرح گفتگو میکنن، گفتگوها در نقاط مختلف انجام میشه و هیچ کدومش هم به نتیجه نرسیده. چرا فکر میکنید که الان این بحث، یعنی موضوع سوریه مهمه؟ بله، خب ببینید، همین نکته که شما میگین خیلی موضوع قابل توجه و درستیه، به این دلیل که 6 ساله این تحولات صورت گرفته، گفتگو در گفتگو، ژنو 1، 2، 3، نمیدونم تا چند شماره به هر حال جلو رفته، گفتگوهای آستانه 1، 2، 3 و انواع اقسام این گفتگوها و جنگ و درگیری های خیلی گسترده. خب این طبعا خود به خود در ذهن این رو متبادر میکنه که خب همین وضعیت ادامه داره. اما با نگاه دقیق تری به تحولات با 2 تا پایه مشخص میشه تفاوت وضعیت کنونی رو با قبل سنجید. یک پایه مشخص مربوط میشه به نگاه پایه‌ای و یک تحلیل پایه‌ای و مبنای شناخت وضعیت کنونی، چه رژیم، چه منطقه، چه تحولات دیگه‌ای که صورت گرفته به لحاظ جهانی، همون چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم تغییر دوران. بعد از پایان گرفتن دوران اوباما و اینکه میگیم به هر حال دوران مماشاتی که به اون صورت وجود داشت 16 سال دیگه پایان گرفته، خب این یک دوران جدیدیه، میشه این رو به عنوان یک پایه در نظر گرفت. اما از جهت دیگه میشه تحولات رو هم به صورت حلقه های یک زنجیر، یعنی یا سلسله تحولات
منظور از سلسله تحولات چیه؟ ارتباط اونها، ارتباط ما قبل و ما بعدی اونها با هم دیگه، یا رابطه متقابلی، تأثیرات متقابلی که تحولات رو هم دیگه دارن، میشه به این شکل هم در نظر گرفت و سنجید و نظر داد. حالا مثلا من چند تا مورد رو مثال میزنم و میگم، اشاره میکنم. اگر نگاه کنید این تحولات مربوط به سوریه، مشخص ترینش از دیدار رئیس جمهور آمریکا و روسیه در ویتنام شروع شد که اونجا با هم گفتگوهای مفصلی داشتن و گفته شد که مسائل جهانی از جمله سوریه در این مورد مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. مدتی بعد یک خبر مهمی بود که همه خبرگزاری به عنوان خبر مهم مطرح کردند و اون هم گفتگوی تلفنی 1.5 ساعته رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه که این گفتگو فکر میکنم 3 آبان، روز قبل از 3 آبان یا 3 آبان بود که خب این گفتگو خیلی مهم تلقی شد. حتی رسانه های رژیم هم به اون اشاره کردن به عنوان یک گفتگوی مهم. مثلا خبرگزاری همین نیروی تروریستی قدس همین روز 3 آبان در مورد جزئیات تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا گفته که مثلا پوتین نتیجه دیدار خود با بشار اسد را به اطلاع ترامپ رساند. قبلش دیداری داشته. حتی ناظرین میگن که این سلسله تحولات رو که از جمله دیدار پوتین با بشار اسد بوده میشه از اونجایی هم شروع کرد که پوتین به تهران رفت و با خامنه ای دیدار کرد. اونجا یه دیداری بود که جزئیاتش درست افشا نشد و گفته نشد. معمولا اینجور دیدارها رو جزئیاتش رو نمیگن، کما اینکه مثلا حتی جزئیات هم گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و روسیه هم کامل نگفتن. در تهران که رفت پوتین اونجا گفتن که سری قراردادهای اقتصادی و اینا صحبت شد، ولی اصل موضوع ناظران از همون موقع میگفتن بحث روسی سوریه است و تعیین تکلیف این موضوع که ظاهرا توی این کنش و واکنش ها و فراز و نشیب ها روسیه به این تصمیم رسیده که بالاخره باید سر میز مذاکره چیزی بده و چیزی بگیره با آمریکا. کما اینکه در همین گفتگوی تلفنی گفته شد که از جزئیاتش چیزی به اصطلاح بیان نشد، ولی گفته شد که در مورد رژیم ایران، کره شمالی، افغانستان و سوریه، افغانستان و اوکراین صحبت شده. وقتی کلمه اوکراین میاد اینجا چه چیزی رو در ذهن متبادر میکنه؟ یک معامله‌ای در کاره. بله دیگه، به هر حال روسیه میتونه در اوکراین امتیازی بگیره، در جاهای دیگه که مشخص‌تر از همش سوریه هست امتیاز بده. خب این رو رسانه‌های رژیم هم مشخصا گفتن که مثلا همین نیروی تروریستی قدس گفته که رهبر گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و روسیه حدود 1 ساعت طول کشید. پوتین به طرف آمریکایی اطلاع داد که رهبر سوریه، یعنی منظورم بشار اسد، آمادگی خودش رو برای پایبندی کامل به حل و فصل سیاسی مشکلات، برگزاری انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری در کشورش اعلام کرده. میدونیم که خب اگر واقعا یک انتخابات واقعی ریاست جمهوری و مثلا پارلمانی برگزار بشه در سوریه واقعی زیر نظر سازمان ملل با همه مشخصات یک انتخابات آزاد، خب تعیین تکلیف میشه دیگه. یعنی هرچی مردم سوریه رأی بدن این دیگه رقم خواهد خورد. بنابراین داره این موضوع و اینکه نزدیک شدن به پایان عملیات نظامی، روند آتی حل و فصل، خصوصا در این مورد بحث های زیادی شده. این حلقه به اصطلاح دیدار گفتگوی این اگر مثلا روز 3 آبان بود، روز اول آذر تا اونجا که یادم هست رفتن روحانی بود به سوچی در روسیه برای یک گفتگوی 3 جانبه با رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ترکیه که خب این گفتگو رو خیلی به اصطلاح مهم تلقی شد. این گفتگو یک روز بیشتر، یعنی یک جلسه کوتاه بیشتر طول نکشید و یک بیانیه ازش در اومد که اون بیانیه خودش میتونه گویای خیلی از واقعیت ها باشه. این که در یک جلسه کوتاه تصمیم گیری شد، چه نتیجه میشه ازش گرفت؟
که تصمیم از قبل گرفته شده بود. اونجا به اصطلاح یک صحنه بود برای ارائه موضوع و بیان موضوع. رسانه های رژیم هم این موضوع رو نوکش داده بودن، از جمله سایت موسوم به تابناک، یعنی سایت پاسدار رضایی که معمولا در این زمینه ها اظهار نظرهای یه مقدار پایه‌ای گاهی اوقات میکنه. الانم دبیر مجلس تشخیص مصلحت رژیم دیگه، این گفته که در اینجا نگاه مسکو، این در مورد چی داره میگه؟ در مورد اجلاس سوچی که روحانی رفته اونجا. در اینجا نگاه مسکو به سهم بازیگران از جنگ صلح چیست؟ از کارت خود برای ما یعنی ایران هزینه خواهد کرد، یعنی روسیه، نمیدانیم. حرفش چیه خلاصه؟ میگه آیا روسیه برای ما هزینه میکنه یا نه میره دنبال معامله خودش؟ در ابهام از موضع روسیه. بله. یعنی اینکه اینجا جای این هست که روسیه ممکنه چنین قدمی برداره. خب فاکت های متعدد بعدی این واقعیت رو نشون میده. مثلا خبرگزاری حکومتی ایلنا گفته که احتمال انعطاف سیاسی ایران و ترکیه در نشست سوچی. انعطاف سیاسی ایران و ترکیه یعنی چی؟ بالاخره به نفع اون کسی که تعیین کننده است، یعنی پوتین. بله. یعنی تصمیمات روسیه. نقش تعیین کننده در نشست سوچی با مسکو است. حالا من دیگه الان وقت شما رو نمیگیرم. اینجا مثلا خبرگزاری حکومت ایرنا مواردی از اون بیانیه مشترک در پایان همین اجلاس رو بوده. تو این بیانیه چند تا نکته اصلی هست که تعیین کننده است. این بیانیه میگه همه تحولات آینده، یعنی گفتگوهای بعدی که میخواد آینده سوریه رو مشخص کنه، بر مبنای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل که تو این قطعنامه گفتن حل مسئله سوریه باید بر اساس اجلاس ژنو یک باشه. اجلاس ژنو یک حرفش چی بود؟ تشکیل یک دولت انتقالی بدون حضور بشار اسد برای انتخابات آزاد. خب اگر این پایه باشه که خب این تحول صورت گرفته، چون حلقه بعدی تحول هم که میخوام بهش اشاره کنم، یعنی سومینش، اجلاس اپوزیسیون سوریه بود در ریاض همزمان درست با اجلاس سوچی، که در این اجلاس بخش‌های بیشتری از اپوزیسیون سوریه شرکت کردن، یعنی بخش‌هایی که قبلا هم متحد نبودن با هم دیگه اینا شرکت کردن. نکته مهم اینه که در این اجلاس نماینده سازمان ملل در سوریه دیمیسترا اونجا حضور داشت. اینو همه مهم تلقی کردن، حتی رسانه‌های رژیم گفتن نشون دهنده وزن این اجلاسه که در اونجا تصمیم گیری شد. اینها بر سر یک موضوع که با هم قبلا زیاد متحد نبودن توافق کردن، و اون این که بشار اسد باید بره اپوزیسیون سوریه. دوم، رأی گیری کردن و رئیس هیئت انتخابات رو، رئیس اون هیئتی که انتخابات رو هدایت میکنه، که نصر حریری رو انتخاب کردن برای این هیئت. که خب اینا تحولاتیه که این همینطور حلقه به حلقه که در نظر بگیریم. در اونجا تأکید بر این شد در همون اجلاس که قطعنامه 2254 و اجلاس ژنو یک. پس بنابراین می‌بینیم که در اینجا در یک نقطه به هم دیگه میرسن. این از تحولات. اما از نظر تحلیل کلی، خب ما میگیم تغییر دوران شده، دوران مماشات گذشته. الان اگر نگاه کنیم در آمریکا بحث بر اینه که وزیر دفاع آمریکا گفته که نیروهای ما در سوریه، درسته که الان داعش به پایان رسیده، که خود این موضوع پایان داعش یکی از نقاط اصلی اینه که تحول داره به یک نقطه سرفصلی میرسه. میگه درسته که داعش به پایان رسیده یا به پایان خودش خیلی نزدیکه، ولی نیروهای ما در سوریه باقی میمونن. نیروهای آمریکا در سوریه چه تعدادن؟ قبلا اعلام شده بود 500 نفر، ولی الان روش باز شده که 2000 سرباز و نظامی آمریکا در سوریه داره. این بسیار قابل توجهه، ابعاد نیرو بسیار قابل توجهه. در حالی که خبر بعدی اینه که درست رئیس ستاد نیروهای روسیه اعلام کرده که روسیه نیروهای خودشو در سوریه کاهش خواهد داد. خب این بیانگر یک تعادل قواست. حالا وقتی که تعادل قوا به این صورته، وقتی که موضوع اصلی اینه که داعش دورانش به پایان رسیده، الان باید به قول رژیم مسائل پسا داعش رو بررسی کنن،
وقتی که موضوع اصلی اینه که باید این مسئله حاد سوریه که 10 میلیون پناهنده و آواره ایجاد کرده، که این آواره ها یکی از مسائل اصلی برای کجاست؟ برای کل کشورهای اروپایی و آمریکا. نه. چون اینا رو باید تعیین تکلیف کنن، بالاخره راه میدن، راه نمیدن، پناهنده میپذیرن، به تبدیل شده به یک بحران هم سیاسی هم اجتماعی در این کشورها. خب این وقتی بخواد پایان پیدا کنه به عنوان یک واقعیت که منافع مشخص آمریکا و اروپا در اینجا تأمین بشه، اینه که باید در سوریه یک دولتی برقرار بشه که بتونه راه رو باز کنه که پناهنده ها برگردن و این بحران به پایان برسه. یه علامت دیگه هم اینه که خب این به اصطلاح به عنوان یک نگاه تحلیلی به قضیه، یه علامت دیگه هم اینه که باز آخرین خبری که همین دیشب بود، اینکه آمریکا اعلام کرده یا خبر داده به ترکیه که دیگه به نیروهای کرد در سوریه سلاح نخواهد داد، که اونا رو تسلیح کرده بود علیه داعش، که الان این خودش رابطه آمریکا و ترکیه رو هم نزدیکتر میکنه. باز اینم یک گام در حل مسئله سوریه به نفع مردم سوریه و اپوزیسیون سوریه بیشتر خواهد. بنابراین اینو که در مجموع رو هم دیگه بذاریم، میبینیم که یک شمای مشخص‌تری از حل این مسئله به نفع مردم و اپوزیسیون سوریه، اونطوری که در همین اجلاس اپوزیسیون در ریاض هم گفته شده و حتی رسانه‌های رژیم هم اذعان و ابراز نگرانی می‌کنند، این هم به اصطلاح نمودی هست که میشه روش انگشت گذاشت. اینطور که شما گفتید پایه این تحولات در واقع همون توافق بین آمریکا و روسیه باشه. سوالم اینه که چقدر میشه به این توافق چشم دوخت؟ بله. خب ببینید چشم دوختن طبعاً تحولات سیاسی رو یا اینجور چیز به اصطلاح تحولات رو نمیشه روش نظر قطعی داد. همیشه بالا و پایین خیلی زیادی داره. نمیشه به اصطلاح تکیه کرد و گفت حتما اینطور میشه. ولی از مجموعه تحولات اگر کنار هم بذاریم، همونطوری که الان به اصطلاح من بعضیاشو برشمردم و علائم رو اگر کنار هم بذاریم که اینها برخی از نشونه هاش بود، خب میشه فهمید که موضوع تا چه حد جدیه. حالا میتونه با یک کمی بالا و پایین یا اینکه زمانش چقدر طول بکشه، ولی بالاخره محقق بشه. الان علائم بیشتر اینو نشون میده که این موضوع چون به منافع مشخص آمریکا در منطقه مربوط میشه، چون پایه اساسی داره در کنگره آمریکا، در مجلسین آمریکا، چون پایه اساسی داره در سیاست آمریکا و مجموعه اون چیزی که ما بهش میگیم تغییر دوران، خب میشه بیشتر روش تاکید کرد. یه علامت دیگه ایم که قابل توجهه اینه که چه حسن نصرالله سرکرده حزب الشیطان در لبنان گفته که ما آماده ایم چون داعش تموم شده نیروهامون مثلا از عراق بکشیم بیرون و بعد هر جا که دیگه لازم شد بریم، یا اینکه چند تا از این دار و دسته های تروریستی و به اصطلاح شبه نظامیانی که رژیم برده توی سوریه، اونا هم همینو گفتن که ما آماده ایم که الان که داعش تموم شده و اینها، هر جا که به اصطلاح امام خامنه ای بگه ما بریم اونجا. یعنی اینا علائم به طور ضمنی خارج شدن از سوریه. این نکته هم اشاره کنم که یک جنجال زیادی هفته گذشته سر همین پایان داعش در درون رژیم بود. حتما دیدین توی رسانه ها و اینها که آی پیروز شدیم و قاسم سلیمانی و نمیدونم اینها، که خب اینا رو اگر واقعیتشو بخوام ببینیم میتونه یک پوششی باشه، پوشش دود استتاری برای همین تحولات که به اصطلاح خروج از سوریه است. چون خود خامنه ای هم توی یکی از صحبت های اخیرش، چون هم با مزدوران درون مرزی یعنی بسیجیان نشست 2 روز پشت سر هم یا با 1-2 روز فاصله، هم با مزدوران برون مرزیش همین به اصطلاح همسال حزب الله و همین دار و دسته های خارجی، که به همه اینها هم گفته، یعنی حرفی که میزد خامنه اینه که ما هر جای دنیا لازم شد ما وارد خواهیم شد. به طور ضمنی یعنی چیه؟ داریم خارج میشیم یا میتونه همچین پیامی ازش گرفته بشه. اینا رو اگر کنار هم بذاریم، خب میشه گفت که این تحول میتونه یه مقداری عمیق‌تر و اساسی‌تر باشه. بله. یک موضوع دیگه موضوع اتحادیه اروپا است. می‌خواستم در این رابطه سوال کنم. بحث اتحادیه اروپا طولانی و پر کشمکش شده. بله. بالاخره رابطه بین رژیم ایران و اتحادیه اروپا چیه و به کجا رسیده؟ بله. ببینید همونطور که میگین کشمکش پر کشمکش و طولانیه، شاید به ماه‌ها برگرده.
بحث اینه که رژیم دنبال اینه که از شکاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا بله. استفاده کنه و فشارهای آمریکا رو در دوران بعد از اوباما بتونه دفع کنه یا خونسا کنه یا کمتر بکنه یا به هر ترتیب. شکاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا خب روشنه چیه، چون برای آمریکا منافع خاص خودشو داره، اتحادیه اروپا منافع خاص خودشو. اتحادیه اروپا دنبال اینه که منافع اقتصادی خودشو در ایران دنبال کنه و داشته باشه نه. اما این میخوره به صد اقداماتی که آمریکا میکنه. اقدامات آمریکا چیه؟ تحریم‌های گسترده است. تحریم‌های گسترده‌ای که آمریکا برقرار میکنه پرش شرکت‌هایی رو که در کشورهای اروپایی هستن و از طریق اونها باید این داد و ستدها و به اصطلاح معاملات اقتصادی انجام بشه میگیره. یعنی این شرکت‌ها خیلی حواسشون جمعه که مبادا توسط آمریکا تحریم بشن در قالب همون قوانینی که برای تحریم‌ها گذرونده شده. مثلا حتما شنیدین که اخیراً توتال که یکی از امیدهای اصلی روحانی بود برای به اصطلاح اینکه بیاد و سرمایه‌گذاری در زمینه نفتی و اینا بکنه و یه تحولی بشه، اخیراً ابراز تردید کرده یا حتی پس گرفته. خبرهای مختلفی هست، گفته به دلیل اینکه هنوز مشخص نیست وضعیت چیه و تحریم‌هایی که آمریکا داره به شکل گسترده می‌کنه یا حتی سرنوشت برجام هم مشخص نیست، خب این پس گرفته. یا معامله‌ای که در مورد بوئینگ بود، اون هم چیه؟ به اصطلاح متوقف شده یا تعلیق شده. خب اینها آثار همین اقدامات آمریکا هست در این. حالا این شکافی که وجود داره، رژیم میخواد روی این سوار شه و به نفع خودش استفاده کنه. خلاصه موضوع اینه که اتحادیه اروپا برای اینکه به منافع خودش برسه باید رضایت آمریکا رو جلب کنه. رضایت آمریکا رو جلب کنه که تحریم‌ها طوری نباشه که شرکت‌های اروپایی رو به عقب نشینی وادار بکنه. اینا بتونن برن معامله بکنن. برای این منظور الان اومدن که خب جلودارشون هم تو این دوره هفته‌ها و ماه‌های اخیر رئیس جمهور فرانسه بوده، امانوئل ماکرون. حرف اروپا چیه؟ به رژیم میگن که ببین، برای اینکه ما بتونیم آمریکا رو قانع کنیم که برجام و زیرابش رو به طور کلی نزنه، چون اگه خاطرتون باشه ترامپ از زمان کاندیداتوریش میگفت من برجامو پاره میکنم، بعدش هم مرتبا گفته که این بدترین قرار داده. تو آخرین صحبتی هم که کرد توی اکتبر در مورد سیاست آمریکا رو تعیین کرد، گفت اینو من میدم به کنگره تعیین تکلیف کنن، اگر کنگره و متحدان ما یعنی اروپا حاضر نشدن اینو لغو کنن، خودم یک طرفه لغو میکنم. یعنی تا اینجا هم توی اون سخنرانیش اومد. حالا اینا به رژیم میگن ببین، به رژیم به اصطلاح در گوشی یا توی رابطه خصوصی تر میگن ببین، اگر میخوای ما بتونیم آمریکا رو راضی کنیم برجام زیرا بشو نزنه، تو باید چند تا چیزو بپذیری. بیای موشک به اصطلاح موشکی رو، بحث‌های موشک مربوط موشکی رو بپذیری، کوتاه بیای، یعنی موشک رو تعلیق کنی، بیای منطقه رو تعیین تکلیف کنی، بکشی بیرون. یعنی دیگه این دست اندازی هایی که تو منطقه میکنی و اقدامات سوریه و عراق، اینو باید بهش پایان بدی. سوم، در مورد حقوق بشر باید یه اقداماتی بکنی، چون این سه موضوع اصلی تحریم به اصطلاح اصلیه که تحریم های بزرگ آمریکا، همون تحریم هایی که بهش میگن کاتسا، بر مبنای اینها به اصطلاح تدوین شده و تبدیل به قانون شده. میگه خب باید این کارو بکنی و اگرم نکنی پس ما نمیتونیم کاری کنیم. و حتی تهدیدش میکنه ماکرون که اگر نکنی ما در زمینه موشکی میریم به سمت تحریم ها و رژیم رو دارن بهش فشار میاره. این تو درون رژیم رفته در اون شکاف درون رژیم عمل کرده، یعنی اون رویارویی که در درون رژیم بوده تشدید کرده. یه عده مثل همین روحانی اینا میگن خب چاره ای نداریم. حالا الان فرصت بود، من به اصطلاح نمونه هاشو توی رسانه ها میگفتن آقا مثلا زمان این نرسیده که واقعا کوتاه بیایم، حتی با همین عبارت برجام های دو و سه رسانه های رژیم گفتن، یعنی بیایم پای برجام های بعدی. آیا زمانش فرا نرسیده؟ زمانش رسیده ها، حواستون باشه، اوضاع خطرناکه، تحریم ها شدیده، داریم به سمت خطرناکی حرکت میکنیم، همینطوری هشدار میدن. اون وریا چی میگن؟ میگن این برجام قبلی چی به ما رسوند؟ به اصطلاح اون باند دلواپسان. نمیگم عمدن باند خامنه ای، چون خود خامنه ای در این مورد حرفش و موضعش چیه؟ سکوته.
در تمام این مورد الان طی ماهای گذشته با اینکه چندین بار اومده به صحنه سر چیزهای مختلف صحبت کرده، یه دود و دمای رقیقی کرده، ولی راجع به این تحریم ها هیچ موضع‌گیری مشخصی نکرده. چرا؟ راه رو باز میخواد بذاره برای همون برجام های بعدی احتمالاً. یعنی نتیجهش اینه، میتونه بگه نه، بگه آره، ولی هنوز سکوت کرده. خب میگیم دلواپسان، به این دلیل میگیم دلواپسان. دلواپسان چی میگن؟ میگن برجام یک برای ما چی کار کرد که حالا برجام دو و سه باشه؟ بعد دیگه موشک و اینا رو بدیم چی برامون میمونه؟ موشک رو بدیم، از منطقه هم بیایم بیرون، حقوق بشر هم که بله، پس دیگه چی میشه؟ این داستان همینه. یعنی اگر قبلا جنگ و دعوا بر سر برجام بود، الان این خاکریز این درگیری اومده جلو در درون رژیم. یه وقت هستش که رژیم میتونه خاکریز رو ببره عقب، تلاشش بدین، الان خاکریز اومده جلو، اومده سر برجام های دو و سه و اینا. یعنی اینا رو باید بپذیری. یعنی رژیم برای اینکه از این وضعیت خارج بشه، از این فشار و خطر، باید تن بده به برجام های دو و سه که الان اتحادیه اروپا و در جلودارشون هم رئیس جمهور فرانسه دارن اینو میخوان. خب اینم به همون معنیه، اگه اینو واقعا تن بده، جام زهرهای بعدی رو بخوره، آثار بسیار اساسی داره برای رژیم. همون چیزیه که خامنه ای در اول فروردین 95 اسمشو گذاشت تنزل بی پایان، گفت میخوان ما رو به اینجا بکشونن و ما مطلقاً، قبلش میگفت مطلقاً در این زمینه ها مذاکره نمی کنیم. الان راهو باز گذاشته، روحانی هم چراغ سبز میده. یا مثلا میبینیم که روحانی میره توی سوچی که به اصطلاح سوریه رو داره تعیین تکلیف میکنه، حالا اگر این قطعی بشه و به نتیجه برسه، میبینیم میره اونجا خندان دستش تو دست رئیس جمهور روسیه و ترکیه میذاره برای تعیین تکلیف منطقه، چون خب اون خواهان جام زهره در درون رژیم. بنابراین در یک کلام و به طور خلاصه داستان اتحادیه اروپا اینه: آیا برجام های دو و سه تحقق پیدا میکنه؟ آیا رژیم راه دیگری غیر از این داره؟ آیا راه دیگری برای عبور از این وضعیت که یک خفگی جدی اقتصادی در چند قدمیش هست بعد از این تحریم ها داره؟ جوابش اینه که نه. یکی از دلایلش هم، دلایل خیلی واضحش اینه که چون خب تحولات داخل جامعه خیلی مهمه، رژیم به شدت دنبال اینه که تحریک نکنه اتفاقاتی رو که توی جامعه چیزی جرقه بزنه، جرقه خطرناکه توی این جامعه انفجاری. اما میبینیم که همین روزهای اخیر اعلام شده که از امروز نان گران میشه. چقدر؟ 15% که بعد اون سازمان تعزیرات و اینا اومدن گفتن واقعیتش چیه؟ حدود 27%. چون هم 15% گران کرده، هم چونه به اصطلاح اون خمیری رو که برای یک نون میگیرن کوچیک کردن. یعنی با این کلک اگر محاسبه کنیم نون حدود 30% گران میشه. خب این برای چی این کارو میکنه؟ برای چی به این خطر؟ چون گرونی نون همیشه یکی از چیزهای خطرناک بوده، اونم تو جامعه‌ای که تو همین وضعیت خیلی از مردم نون گیرشون نمیاد. تو همین وضعیت فقر میگن چیه؟ به اصطلاح گسترش پیدا کرده تو جامعه، بسیاری زیر خط فقرن، حالا میخواد نون رو هم گرون بکنه. چرا به این کار تن میده؟ چرا؟ به خاطر اینکه هیچ راه حل دیگه ای نداره برای حل مسئله اقتصادیش، جز اینکه دست تو جیب مردم بکنه هیچ راه حلی نداره. خب اینم که کار بسیار خطرناکیه. به همین دلیل هم هست که همین امروز اعلام کردن که عقب نشینی کرده. همین نشون دهنده بن‌بستشه. بنابراین تو این شرایط هست که مجبوره و علائمی هم که نشون میده به برجام‌های بعدی تن بده. حالا واقعیت چی بشه به هر صورت، چون تن بده به یک صورت، تن نده به یک صورت، در هر دو مسیر، هر دو جاده، هر کدوم از این دو تا جاده رو که بره براش بسیار خطرناک خواهد بود. پس بنابراین به طور خلاصه مسئله اتحادیه اروپا الان تبدیل شده به اینکه حالا چون میگن ما باید بیایم دفتر باز کنیم توی ایران، تو تهران، تو اون دفتر هم یکی از مسائل اصلیش حقوق بشره. اینایی که میگفتن به هیچ وجه ما حاضر به مذاکره نیستیم، اخیراً آملی لاریجانی رئیس سرکرده قضایی رژیم اومده صحبت کرده که بله، مذاکرات به طور زمینی، گفته مذاکره در مورد حقوق بشر چیه، صورت خواهد گرفت و ما مصوباتی در این زمینه در نظر گرفتیم که طی هفته ها و ماه های آینده پیاده میشه. پس بنابراین داره حتی به مذاکره در مورد حقوق بشر هم تن میده. اگر مجموعه اون چیزی که تو رسانه ها هست خلاصه کنیم، از توش این چیزا در میاد که خب این نشون دهنده وضعیت بسیار ضعیف و اوضاع خیلی وخیم رژیم رو نشون میده.
شما همچنین اشاره کردید به اینکه لبنان و موضوع سعد حریری از موضوعات مهم هفته است. با تعلیق استعفا از سوی سعد حریری ظاهرا این بحران به یک نقطه پایانی رسیده. این اهمیتی که شما میگین از این نظره که این موضوع یعنی سعد حریری و لبنان فعاله و ادامه داره، یا اینکه چون تعیین تکلیف شد شما میگین که مهم هست؟ بله ببینید، مهمه به این دلیل که به هیچ وجه پایان پیدا نکرده. میشه گفت که تازه در یک مسیر شروع هست. بحران لبنان رو و استعفای سعد حریری باید خلاصه کنیم در یک کلام، در رویارویی منطقه‌ای با رژیم. چون این به اصطلاح در عربستان اصلا مطرح شد، بحث رویارویی عربستان سعودی که الان هم در هفته گذشته اتحادیه عرب تشکیل شد به درخواست عربستان سعودی برای رسیدگی به همین موضوع. قطعنامه‌ای دادن که اون قطعنامه سراسرش علیه رژیم بود با لحن خیلی شدید، که خلاصه ما نمیتونیم دیگه تحمل کنیم این وضعیت رو. من خلاصه میکنم، اگه بنداشو نگاه کنیم، همه بندا علیه اقدامات رژیم تو منطقه، کشورهای مختلف، دخالت‌هاش، همه اینها. الان رویارویی منطقه‌ای با رژیم به این ترتیب جبهه‌ای میشه، این تبدیل میشه به یه جبهه، نه فقط مثلا کشور عربستان باشه. خب یکی از این موضوعات هم لبنانه. استعفای سعد حریری هم در این رابطه بود، در رابطه با اینکه حزب الله و رژیم اونجا فشار می آوردن و می‌خواستن اوضاع رو در کنترل بگیرن، سعد حریری گفت من استعفا میدم تا این لبنان دست حزب الله بمونه و تحریم‌ها و فشارهایی که می‌خواد روش صورت بگیره. بعدش دیدیم که فرانسه اومد توی این جبهه، دعوت کرد سعد حریری رو به پاریس و اونجا صحبتایی کردن. فرانسه کاملا از صحبت‌های خود سعد حریری توی مصاحبه هم برمیاد، فرانسه کاملا اومده توی این جبهه. این به اصطلاح موضع رژیم رو بسیار تضعیف کرد. خود اتحادیه عرب همینطور. در نتیجه وقتی سعد حریری رفت لبنان و با رئیس جمهور لبنان که متمایل به حزب الله هست در دستگاه کلی، البته موقعی که می‌خواست انتخاب بشه به اینا ظاهرا یه وعده‌هایی داده بود، صحبت کرد، بعدش گفت به دلیل نکاتی که اون گفته و خواسته من فعلا عقب میندازم، یا یعنی استعفا رو به حالت تعلیق در میارم. این نشون دهنده عقب نشینی توی اون جبهه است، تو جبهه رژیمه. عقب نشینی که سعد حریری تونسته یک و در یک اجتماع خیلی بزرگ از هوادارانش و مردم لبنان اینا رو توضیح داد، نشون دهنده اینه که این تحولات داره به اون سمت، یعنی توی این تعادل قوا رژیم کاملا اومده پایین و موضع دفاعی گرفته. بنابراین این تازه شروع ماجرا است و اینم این حلقه چون پیوند داره با حلقه های دیگه، خب این تحول هم ادامه داره. آخرین موضوع، اگر وقت کمی که مونده بتونیم به زلزله بپردازیم، به طور خلاصه به جز تحولات اولیه که صورت گرفته، الان وضعیت چطوره در مورد زلزله؟ خب خوشبختانه چون آخر وقته و کم فرصت مونده، ولی در مورد زلزله زیاد صحبت شده تو این روزها، خود شما در همین برنامه سرخط صحبت‌های زیادی داشتی، من خیلی خیلی خلاصه میگم. خب این زلزله یک واقعیت بسیار مهمی رو آشکار کرد، اون هم رابطه بین مردم و این رژیم بود، واقعیتی که آشکارتر شد. این واقعیت رو از اونجایی که روحانی رفت تو منطقه خیلی ظاهر شد، هوش کردن مردم، اومد صحبت از سپاه و بسیج بکنه که اومدن کمک کنن، مردم هو کردن. بعد رئیس مجلس آخوندی رفت لاریجانی، بازم همینطور هوش کردن و اصلا صحنه خیلی بارز و آشکار بود. رسانه های رژیم هم یه خط در میون صحبت از بی‌اعتمادی مردم کردن که چرا مردم حاضر نیستن کمک های خودشون رو به منابع دولتی بدن، به مثلا جاهایی که دولت مشخص کرده بدن و اونا ببرن، کمک های خودشون رو میبرن و یک صف چندین کیلومتری عظیم در جاده ها شکل گرفته، مردم خودشون میخوان ببرن کمک ها رو بدن. یا حتی یه جا گفته بود که به ورزشکاران و هنرمندان بیشتر، یکی از همین رسانه ها، بیشتر اعتماد دارن. بعد گفتن زلزله بی‌اعتمادی خطرناکتر از این زلزله است. این زلزله ساختمون‌ها رو خراب می‌کنه، خسارت‌های مادی و انسانی می‌زنه، ولی اون زلزله بی‌اعتمادی اینطوری که اینو گفتن خطرش خیلی بیشتره. خطرش اونجا گفتن کشور و ملت، که کشور و ملت رو باید برداری، چون تو رسانه‌ها گفتن بذاری رژیم. خطرش یعنی زلزله‌ای که ریشه رژیم رو می‌تونه بکنه. این خیلی آشکار شده و حتی خود خامنه‌ای هم که رفت به منطقه برای اینکه این افتضاح روحانی و لاریجانی رو جمع و جور بکنه و شبانه رفت و نمیدونم از جای دیگه جمعیت برده بود که حتی نتونستن تو این عکس اینو حل و فصل کنن، که عکس رو نگاه میکردی همش عمامه بود
لباس فرم و آدمایی که معلوم بود که با خودش آورده، نیروهای خودش داره. نیروهای خودش آورده اونجا تو صحنه که دیگه اون اتفاق نیفته. ولی خودش هم مجبور شد دو تا اعتراف بکنه، یکی اینکه گفت بسیاری از مردم کمک کردن و اینا، یعنی اعتراف به اینکه آقا کمک مردم بوده. دومی که گفت بسیج و اینا خوش درخشیدن اما بنده قانع نیستم. خب اگه خوش درخشیدند شما چرا قانع نیستی؟ قانع نیستم یعنی اینکه چیه؟ اتفاقی نیفتاده. و این دو اعتراف رو مجبور شد بکنه. در مجموع این زلزله نشون داد که مردم رو در روی رژیم هستند، شرایط بسیار خطرناکه. حالا من اگه فاکتاش فرصت بود میگفتم خیلی برجسته تر میشد این موضوع. و خب این واقعیت واقعیتیه که رژیم خیلی ازش میترسه و نشون دهنده اوضاع خراب رژیم و چشمانداز آینده هست. به همین دلیل هم رژیم اومد حمله کرد به مقاومت ایران، به مجاهدین که چرا دارن حساب باز کردن، پول جمع میکنن برای زلزله و اینا، و نگرانی و ترس خودشو نهایتا در این نقطه، چون همونطوری که گفتم ابتدا این نقطه است که نقطه تعیین کننده هست که همه اینا رو سمت و سو میده، رژیم نگرانی اصلیشو به این مورد هم، یعنی به مقاومت ایران هم ابراز کرد تو این جریان. بله، یک بار دیگه تشکر میکنیم از گفتگو و حضورتون در برنامه سرخط.